پولیس مرزی ایالات متحده در چند روز گذشته شاهد کاهش تقریبا 50 درصدی مهاجران در مرز جنوبی این کشور بوده است. وزیر امنیت داخلی آمریکا در مصاحبه با شبکه ABC بی سی گفت که این آمار در مقایسه با تعدادی است که درست پیش از ختم پالیسی دوران همگیری کرونا که مشهور به ماده 42 بوده و به روز پنجشنبه ختم شد می باشد. هزاران نفر را که به مرزهای جنوبی ما رسیدن بازگشت داده ایم. در حال حاضر مطابق ماده هشت قانون ایالات متحده صلاحیت های رد مرز کردن مهاجرین را ایمال می آقای مایورکاس کاس تکید کرد که گسترش مسیرهای قانونی برای ورود به ایالات متحده در دوره ریاست جمهوری جو بایدن بی سابقه بوده است او همچنین ادای ممنوعیت پناهجویان را رد کرد و گفت که آنچه قانون امریکا پیش بینی می کند این است که مهاجرین باید مسیرهای قانونی را که در اختیارشان قرار دارد در پیش بگیرند و اگر این کار را نکردند پس باید در یکی از کشورهای گستری قان سفر کردند پناهندگی بجویند و اگر آنها هیچ کدام را انجام نداده باشند این به معنی ممنوعیت پناهندگی نیست اما برای اثبات پناهندگیشان به اسناد قویتری نیاز دارند اینکه آیا سیاست های جدید امریکا مانع ورود غیرقانونی به ایالات متحده امریکا می شود یا خیر موضوع است که مایکل مکال نماینده جمهوری خواه بر شبکه ای بی سی گفت که در مورد آن تردید دارد فکر می کنم کاروان های پناهجویان در حال بیشتر شدن است فکر می کنم هنوز هم می خواهند وارد امریکا شوند مثلا والی ایالت خودم یعنی تگزاس گارد ملی تگزاس و نیروهای حفاظت از مرزهای آمریکا و وزارت امنیت داخلی آمریکا را در مرز قرار داده تا از حجوم پناهجویان جلوگیری کنند. پیتر مارگولیس یکی از تحلیلگران هشدار می‌دهد که راه های قانونی جدید که دولت بایدن روی دست دارد می‌تواند از عبور غیرقانونی پناهجویان جلوگیری کند اما اگر به دلایل اصلی آن پرداخته نشود می‌تواند عکس مزو شود In... یعنی عوامل اصلی فرار مردم در کشورهای چون امریکای مرکزی، گواتیمالا، اندوراس و السلوادور که مردم را مجبور به ترک کردن کشورشان می کنند شامل عوامل اقتصادی، تغییرات اقلیمی و تهدید خشونت ها می باشد. مقامات ایالات متحده قبول دارند که افزایش مهاجران غیرقانونی ممکن در روزهای آینده بیشتر تحقق پیدا کند حتی با وجود ممنوعیت های پنج ساله ورود به ایالات متحده و پیگرد جزایی برای کسانی که به دنبال سرپیچی از این قانون هستند فرخنده بیمانی تلویزیون آشنا صدای آمریکا واشنگتن